داستان‌های خانم جون، نوشته علی کوهستانی. این داستان هر کس باد بکارد طوفان درو می‌کند. از دم در کوچه داد زدم: خانم جون، فخرآرایی شاهو تیر زده. از تو مطبخ جواب داد: خوب کرده، حقشه، هر کی باد بکاره طوفان درو میکنه. گفتم: مگه چی کار کرده؟ گفت: کارای بدش یکی دوتا که نیست، باید تومار نوشت. گفتم: حالا چند تاشو بگین ببینم. گفت: اولیش این که ورداشته ماشین دودی رو تعطیل کرده. دلخوشی ما به این بود که شب جمعه می رفتیم ماشین دودی سواری. به به، چه کیفی داشت. تو راه تخمه می شکستیم و با هم درد دل می کردیم و دلمون وا می شد تا برسیم به شابدالعظیم. من که می دونم چرا تعطیلش کرده، واسه این که دین و ایمون نداره، می خواد مردم نرن شابدالعظیم زیارت. گفتم: نه بابا، این که تقصیر شاه نیست. اون روز با پرویز رفته بودیم گارد ماشین که ماشین دودی سوار شیم. هرچی وایسادیم مسافری نیومد. لوکوموتیو چی گفت: دیگه کسی نمیاد، چون اتوبوسای خوبی گذاشتن تو خط ری و خیلی ارزونتر و راحتتر و سریعتر میره شابدالعظیم. تازه غیر از اونم مردم از میدون شوش به بعد و خونه سازی کردن و دود و دم و سر و صدای ماشین دودی باعث ناراحتی اونا شده و همگی ورداشتن یک تومار بلند بالا نوشتن و از شهرداری درخواست کردن که رفت آمد ماشین دودی رو تعطیل کنه. خانم جونم گفت: وا، پس چرا یارو به ما نگفت؟ پرسیدم: آخرین باری که رفتین کی بوده؟ گفت: پارسال عید. گفتم: پس واسه چی این همه وقت نرفتین زیارت؟ گفت: رفتیم، ولی با اتوبوس. برای اینکه منصور سادات حامله بود و سوار شدن و پیاده شدن ماشین دودی براش سخت شده بود. از بوی دودشم حالش به هم میخورد. از اون برم از ایستگاهش تا حرم خیلی راه بود، ولی اتوبوس دم در حرم پیاده میکنه. پرسیدم: پس ناراحتی شما از اتوبوس چیه؟ گفت: آخه اولا اون شاگرد شوفره میگه حق ندارین پوست تخمهاتون رو بریزین کف ماشین. دوما هنوز سوار نشده میرسه. آدم وقت نمیکنه با بغل دستیش حرف و حدیثی بگه. گفتم: دیگه چی کار کرده؟ گفت: ورداشته چارک رو از بین برده، همه ی حساب کتاب ما رو به هم ریخته. تو خونه ها طلاق و طلاق کشی رو انداخته. اون وقتا راحت بودیم، به قصابه میگفتیم حسن آقا یه چارک گوشت مغزرون بده. میدونستیم چه مقدار چیزای دیگه بهش بزنیم و کوفته در میومد. شوهرها هم از قضا راضی بودن. حالا شده کیلو. آدم از کجا بفهمه چقدر بهش فلفل زردچوبه و لپه و سبزی بزنه تا کوفته درست در بیاد. گفتم: خب این که چیزی نیست، یک کیلو 1000 گرمه و یک چارک 750 گرم. نذاشت حرفم تموم بشه و گفت: بله، برای تو چیزی نیست، چون تو کوفته سبزی نمیپزی. گفتم: حالا این هیچی دیگه، شاه چی کار کرده که مستوجب قتل شده؟ فوراً مثل این که جواب رو قبلاً حاضر کرده بود گفت: همین که میخواد مدرسه ها رو مختلط کنه. یکی نیست بهش بگه مرد حسابی، مگه میشه آتیش و پنبه رو کنار هم گذاشت؟ گفتم: 100 ساله که اروپا مدرسه هاش مختلطه. گفت: اصلا ما کاری به اون لامصبا نداریم. راستی، خوب شد یادم اومد. از سر تاخچه 5000 وردار و برو از اون سله تو کوچه دردار
5 تا گنجیک بخر و به نظر شفای مرتضی آزاد کن تا این بچه طفل معصوم حالش خوب بشه. گفتم گنجیک آزاد کردن چه ربطی به خوب شدن بیماری مرتضی داره؟ خانم جونم با یک حالت معلمانه ای گفت البته دعای موجز خیلی بهتره، ولی حالا که خانم اشرف الحاجیه و شاگرداش رفتن کربلا، منم دست تنها موندم، چاره ای ندارم به جز این که گنجیشک آزاد کنم. گفتم خانم جون آخه کی میخواین دست از این دیوونه بازی ها بردارین؟ بچه مریض شده، باید ببرنش دکتر تا بهش دوا بده. خانم جونم گفت کی ببرتش دکتر؟ اون باباش که شازده قشمشم فقط برد کروات بزنه و یقه پالتوشو بده بالا، کسر شنش میاد بچه به بغل بره دکتر. افتخار سادات هم که زورش نمیرسه بچه رو بغل کنه و این همه راه ببره دکتر. میمونه من که ترتیب دعای معجز رو بدم. هفته پیش انجام دادم، ولی شاگردام شاید خیلی معتقد نبودن و جواب نداد. حالا که خانوما رفتن کربلا، تنها راهش اینه که تو بری و از سله 5 تا گنجش بخری و آزاد کنی تا بچه خوب بشه. گفتم حالا که دکانش بسته است، صبح اول وقت میرم و میخرم و آزاد میکنم، ولی کار بهترش اینه که همین الان برم و دکتر یعقوب رو با تاکسی ببرم خونه خالم تا بچه رو معالجه کنه. خانم جونم گفت نه بابا، مریضی مهمی که نیست، فقط زردی آورده. گفتم باشه، صبح سر راه مدرسه برای شما نون تافتون میارم، بعدم میرم سله و گنجشگاه رو آزاد میکنم. فردا صبح که اومدم، خانم جونم با اشک و آه گفت علی جون نمیخواد بری گنجشگاه آزاد کنی، مرتضی مرد.